90% تلفن‌هایی که بهشون میشه سیاه‌بازیه، از خودیای اونایی که پول براشون میفرستند. سرگرمیه، بازیه، وقت گذرونیه. یه تلویزیون داریم که در طول 5-6-7-8-10 سال گذشته فقط داره به خاندان پهلوی حمله میکنه. یه تلویزیون دیگه داریم امثال نوریزاده و نمیدونم سپاه و این گونه وسائل و هزار جور چرد خورده تا به امروز، هر روز قویتر و گردن گلفتر شده. چگونه هست ما نمیتوانیم اجاره 700-800 هزار سکوئر فیت رو بدیم؟ دوست ما میتونه 30,000 سکوئر فیت رو اجارش رو بده. اون یکی چگونه است؟ تا 2 هفته بی صحبت بی پولی میکرد 300 نفر رو میبره کامار تهران میهمانی نوروزی میگیره. یا اون یکی یه جور دیگه، امیر قاسمیش یه جور دیگه. هموطن نازنین مهربان، اینا درسته در ظاهر با هم نشون میدن دشمنن، اما هر کدومشون هدفی رو دارن پیش میبرن. به تنها چیزی که هر شب فکر میکنن که این تلویزیون آریامر بسته میشه. تلویزیون میخواید بفهمید وابسته به رژیمه؟ اگر تا به امروز نفهمیدید، باورم بفرمایید لیاقت ما همین آخوندها هستند. مگه میشه یک تلویزیونی علیرضا نوریزاده درش باشه و وابسته به رژیم نباشه؟ مگه میشه یک تلویزیونی چندین فیگر توش نشسته باشن که اونها دارن اساسا اسپانسرهاشون و ارباباشون دارن خرج تلویزیون رو میدن؟ هزار جور داد و ستد رژیم داره تو اون خراب شده داره انجام میشه. آگهی ها رو ببینید، کارت های تلفنی حکومت اسلامی رو ببینید. 180 دقیقه صحبت بکنید با ایران، مثلا 10 دلار بدید، دقیقه مثلا 3 سنت. دیگه چیزی نمونده بین ماها در خارج از کشور که رژیم اسلامی از طریق خطوط تلفنی ندونه عمه ما کیه، خاله ما کیه، زنمون پای تلفن چی میگه، اون چی میگه. دوزاریتون میافته. دوستی نمیتونه وجود داشته باشه، رفاقتی نمیتونه وجود داشته باشه با کسانی که پشت پرده با حکومت اسلامی هستند. و شما ملت، شما مردم، فرهنگ ما، وای نگاه کن داده امیر قاسمی چیکار، چه شویی. همون 1 میلیون 20 سال 30 سال پیرتر همه کیپ تا کیپ نشستن. اون داره از اون رخصت گیری میکنه، اون داره از اون رخصت گیری میکنه، یکیشون رو رفسنجانی داره میده، یکیشون رو طبسی میده، یکیشون رو سپاه میده، یکیشون چند تا آگهی داره تلویزیون میرقاسمی؟ از کجا پول میاره؟ و اونایی دیگه پس در این صورت هموطنان بسیار نازنینم، من به این نتیجه رسیدم که جنگیدن هم آلات و ابزار خودش رو میخواد، فشنگ میخواد، توپ میخواد، بنزین میخواد. این کوله پشتی که این سرباز پشتش میذاره با حکومت اسلامی، با رژیم دست نشانده مافیایی فاشیستی دینی اسلامی،
شما دو تا عروسکه نمیدونم حاجی فیروز اینجا بذاری بفروشی، یا یه دونه مجسمه بری مکزیک مثلا 50 تا درست کنی، دونه 10 دلار بیاری، دونه 100 دلار بفروشی، یا یه تابلو بذاری 80 تا سهمش کنی بفروشی، اون یه جور دیگه، اون یه جور دیگه، اون یه جور دیگه، اون یه جور دیگه، همش سیابازی، همش حق بازی، همش همه کاسبی شده، تلویزیون ها و همه این گونه مسائل. این چه مبارزه با حکومت اسلامی نیست که. یک رسانه مبارزه با حکومت اسلامی رو کرد، درست هم کرد و واقعا تکونش داد و دو سه تا پوینت بسیار مهم رو گرفت، ولی زمانش رسیده که دیگه نمیکشه. برای اینکه شما مردم به اهورامزدای ایران اون عرق ملی رو نداشتید. بارها گفتم 50,000 نفر 100,000 نفر طرفداران نظام پادشاهی، بریم یه گوشه دنیا، بریم جلو سازمان ملل، بریم جلو کاخ سفید، بریم جلو کنگره و سنای آمریکا جمع بشیم. هیچکی جواب نداد، هیچکی نیامد. اومدم درستش کردم، گفتم طرفداران نظام پادشاهی، سامانه پادشاهی و دشمنان برانداز رژیم اسلامی، هیچکی نیامد. میدونید چرا؟ برای اینکه شاید اصلا ما اونقدر طرفداران نظام پادشاهی و یا طرفداران براندازی و سرنگونی رژیم در کلیت و در تمامیت چون تو این 5-6 میلیون نفر نداریم، هنوز یه 90% میترسن قیافشون رو نشون بده. اینجوری میخوایم نظام رو براندازی کنیم؟ لپاشون رو ببین، خون ازش میچکه. ساب تلویزیون ها میگن و میخندن و راه میرن و طرف میاد دست میکنه یه کردیت کارت بهش میده 150,000 دلار، و اون یکی اونجوری و اخباری که تو این تلویزیون ها به گوش من درجه یکش میرسه، میبینم وای ما با دست خالی جلو مسرسل وایسادیم به یارو میگیم تو مزدوری، تو حرومزاده ای، دستش رو این ماشه بره، ولی نرفته اینقدر پول و ثروت و همه چی دور و برشون ریخته. حالا هی ما بیاییم اینجا بشینیم، 4 دفعه دیگه هم مردم رو بیاریم تو خیابون، در حالی که در برون مرز اینا هر کدومشون یه شبکه مافیایی برای خودشون درست کردن، یه سری آدم رو دور خودشون جمع کردن، تا زمانی که این رسانه آریامر که تمامه اون جنگ واقعی رو با رژیم اسلامی انجام داد، اگر اونقدر حامی و حمایت کننده نداشته باشه رو چه حساب باید ادامه به کارش بده؟ مگه من عشق دوربین دارم؟ مگه من دیوانم زن و بچه و زندگی و همه چیز رو بذارم هر روز بشینم شب تا صبح فکر بکنم با 4 تا تلفن تو قهرمانی آفرین به تو و این گونه مسائل، و بعد صبرم بکنیم الان ساتلایت کمپانی تا آخر ماه هم ما رو بکشه، بخواد یه ماه دیگه ما رو اینوالو مون کنه، یه دفعه چش رو هم بزنیم ببینیم مثلا 100,000 خورده 1,000 دلار به اونا بدهکاریم، بعدم قطعمون بکنن بنده بند. خیلی درست نیست. من به این نتیجه رسیدم که ما از شما خداحافظی کنیم و در اوج من دوست دارم کشتیگیری باشم که وقتی میخوام تشک رو ترک کنم با همون مدال طلایی که حالا یکی دوتا هرچی گرفتم رو سینم هست و در قلب شما ها، از قلب شما ها اومد و رو سینه من نشست، بیرون برم تا دوباره برگردم و یک دفعه نقره بگیرم، بعد برنز بگیرم و بعد هم از هر بی پدر و مادری بتونه کتفم رو به خاک بمالونه. بذارید در اوج بریم. ما نداشتیم اونقدر طرفداران واقعی سامانه پادشاهی و اونقدر طرفداران مرگ رژیم اسلامی رو که این رسانه رو کمک کنه. شاید اگر من مدت هاست دارم فکر میکنم
در طول این دو سال گذشته حتی در زمان افتتاحش اون چند نفری هم که دور هم بودن با هم خیلی جنگ و دعوا داشتند که نام آریامهر رو این تلویزیون نذارید، برای که میخواستن تموم شه، دفن شه، بره.